در جریان سیل، فضای جامعه به خصوص در مناطق سیل زده بیش از پیش انفجاری شد. تا حدی که پاسدار ایوب سلیمانی، سرکرده سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، با بیان اینکه حضور نیروهای مسلح در مناطق سیل زده ادامه دارد، به لشکرکشی هراس‌آلود رژیم اعتراف کرد و افزود ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع با فرمانی که صادر شد در میدان حاضر شدند و انشاءالله بتوانیم جلوی هر گونه بی‌نظمی و اخلال در امنیت را بگیریم. پاسدار سلیمانی بر شدت اقدامات امنیتی نظام در استان‌های شمالی و پلیسی کردن فضای شهرها تاکید کرد و از کنترل و نظارت بر آمد و شد مناطق سیل زده با حضور هوشمندانه پلیس خبر داد. در چنین فضایی موج برائت از نظام به صورت برائت از حسن روحانی در تمام بانهای حاکم به راه افتاد. داوود حشمتی، یک روزنامه‌نگار حکومتی، در مورد فضای امنیتی ایجاد شده و اعزام آخوند علوی به شیراز نوشت: به دستور روحانی وزیر اطلاعات برای بررسی اوضاع و خسارت سیل به گلستان رفت. فکر کن بعد از طوفان آمریکا ترامپ رئیس FBI یا CIA را مأمور بررسی کنه. واقعا دولت و روحانی داره با خودش چی کار میکنه؟ بوی خوبی نمیده این رفتارها. همان بورا صادق زیبا کلام، حامی روحانی، هم استشمام کرده و به رادیو فرانسه گفت: تمام کسانی که دغدغه و نگرانی محیط زیست رو دارن ظرف سالهای گذشته منظماً انتقاد کردن، ایراد گرفتن که مسئولین نظام اونطور که باید شاید به مسائل محیط زیست توجه نمی کنند. واقعیت در این هستش که شما کمتر از مسئولین ارشد نظام دغدغه و توجه به محیط زیست رو می شنوید. علی اکبر جوانفکر از باند رقیب روحانی نوشت: چرا مردم باید هزینه بیکفایتی آشکار رئیس جمهور و دولت فشل او را با جان و مال خود بپردازند؟ حسین دهباشی، تبلیغاتچی سابق روحانی، با اشاره به بیعملی روحانی و سفر تفریحیش در روزهای شروع سیل نوشت: آخرش طوفان به سواحل زیبای قشم هم رسید، ولاجرم رئیس جمهور و خانواده به زعفرانی بازگشتند. اما چرا در توضیح مسافرت ایشان میگویند برای بازدید از طرح‌های بزرگ ملی؟ این مردم مصیبت زده و مظلوم را که از گوشت و مرغ و آجیل گذشته حالا پیاز هم برایشان نایاب شده، دور از جان خر فرض کردند؟ امیر خجسته، عضو مجلس ارتجاع، هم با طعنه به سفر روحانی به قشم نوشت: شنیده شده بعد از تیکاف رئیس جمهور از قشم آنجا را سیل فرا گرفته است تا گمانی فرار از بحران بیش از عمل به وظیفه پررنگ شود. وی برای روحانی خط و نشان کشیده و افسود: قطعا هیچ موضوعی توجیه عدم حضور مسئول ارشد کشور در این چند روز نخواهد بود و اگر قصوری ثابت شود مجلس به وظیفه خود عمل و از این موضوع نمی گذرد. سید مهدی شجاعی، یک کارگزار دیگر نظام، هم زمان فاصله گرفتن از نظام را دریافته و نوشته است: اگر می توانستیم مثل اغلب زعما و زمامداران بی خیال حال و روز مردم و مملکت باشیم یا خیالهای دیگر در سر بپروریم، به همان خواب که آنان فرو رفتند فرو می رفتیم. اظهارات این کارگزار حکومتی حاکی است: سیل ویرانگر ظاهراً تنها خانه‌های مردم را نبرده است، نیروهای وحشت زده نظام از قهر مردم را هم دارد می‌برد، چرا که سیل آینه تمام نمایی از تبهکاری و پوسیدگی نظام شده است.